همراهان گرامی، خوش آمدید به برنامه دیگری از ویرا. تجربه دستگیری، بازجویی و زندان از دردناکترین تجارب به ویژه برای زنان است. در جریان رویدادهای بعد از انقلاب 1979 بسیاری از زنان دستگیر شدند، به بازجویی کشیده شدند و با آزارهای فراوان روبرو شدند. بسیاری نیز اعدام شدند. این روند در جریان انقلاب ژنجیان آزادی نیز تکرار شد و بسیاری از زنان دستگیر شدند، به بازجویی کشیده شدند و همکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در برنامه امروز با بازخوانی تجارب زندانیان سیاسی به ابعاد تجربه زندان و در این حال شور مقاومت و ادامه مبارزه می‌پردازیم. مهمانان من خانم‌ها سمیه کارگر، زندانی سیاسی سابق و فعال در نشریه کلکتیو اوسیان، و مینو همیلی، او نیز از زندانیان سیاسی سابق و فعال سیاسی امروز، همچنین از فعالان در امور پناهندگی. ضمن خوش آمدگویی به شما مهمانان گرامی، خانم کارگر، گفتگو رو با شما آغاز می کنم. شما که از زندانیان سیاسی سابق هستید و زندان از نگاه شما چیست؟ چرا زندان؟ شما چه تعریفی داری برای زندان؟ سلام، عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون و خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادین که امروز در خدمتون باشم. ببینید، خیلی سوال دقیق و درستیه که زندان چیه و اصلا چه کار کردی داره. من میدونم که گفتن از روایت‌های مربوط به زندان و تجربیاتی که زندانی‌های مختلف توی دوره‌های مختلف تحمل کردن خیلی لازم و خیلی درسته. ولی جدای از این، من امروز می‌خوام در مورد چند تا نکته مهم که با توجه به خیزش زن زندگی آزادی و خیزش ژینا رو اومده و جا داره که به طور جدی‌تر بهشون پرداخته بشه بحث بکنم. یکیش همین مسئله اینه که زندان چیه و اصلا چه چارچوبی داره و چه کارکردی در دولت و جامعه قراره که بازی بکنه. و بحث دیگه که اگه اجازه بدید صحبت میخوام بکنم در مورد اینه که با توجه به مسائلی که این روزها پیش اومده و تلاش برای آلترناتیو سازی هایی که داره در بستر همین جنبش میشه، در مورد مفهوم عدالت انتقالی صحبت بکنم. برگردم به سوال شما در مورد اینکه زندان چیه. وقتی که میخوایم در مورد زندان صحبت کنیم، باید یکم فوکوس رو از خود زندان برداریم و اون رو در یک چارچوب بزرگتر و در یک تصویر بزرگتر قرار بدیم، برای اینکه بتونیم درک درستی داشته باشیم از اینکه چه نقشی قراره در جامعه بازی بکنه. اون بستر بزرگتر اینه که زندان بخشی از واقعیت بیرونی اجتماعی سیاسیه که در جریانه، و واقعیت بزرگ اینه که ما در جهانی که زندگی میکنیم جهان سرمایه داریه، جهان طبقاتیه، و نوع جامعه طبقاتی که ما داریم درش زندگی میکنیم نظام سرمایه داری جهانیه. سرمایه داری در کشورهای مختلف به شکلهای دولت ملتهای مختلف اداره میشه، ولی نکته اساسی اینه که این دولت الزاماتی داره برای حفظ و نگهداری خودش، و مهمترین شکل نمودش در شکل دولت در به شکل دستگاه سرکوبش هست. خودش رو در بخش نظامی امنیتیش نشون میده، در شکل زندان نشون میده، خودش رو به شکل شکنجه، حبس‌های طولانی مدت و نمودهایی که تجربیات مختلفی در موردش روایت شده نشون میده. پس بنابراین دستگاه سرکوب و دستگاه زندان داره به طور کلی خدمت میکنه به حفظ نظم موجود. نظم موجودی که چرا نیاز داره به زندان؟ به خاطر اینکه سیستم سرمایه‌داری جهانی به واسطه مفهوم استثماری که داره به طور مداوم و به طور ریشه‌ای نابرابری تولید میکنه، و این نابرابری‌ها به شکل‌های مختلفی در سطح اجتماعی خودشون رو نشون میدن و نشون دادنشون باعث بروز نارضایتی هایی در اجتماع میشه نسبت بهشون. و اون وقت اینجاست که مفهوم دستگاه سرکوب و زندان نمود پیدا میکنه و استفاده خودش رو نشون میده.
مربوط به یک جامعه و دو جامعه نیست در طول تاریخ وجود داشته. الان ما با شکلی که توی جمهوری اسلامی اتفاق میفته روبرو هستیم و جمهوری اسلامی یک ویژگی بهش میده و اون اینه که به واسطه دین مدار بودنش و به واسطه جامعه. قبل از اینکه برگردیم روی موضوع که اون ویژگی رو که جمهوری اسلامی داره به زندان میده، اجازه بدید بحث رو هم با خانم حمیلی ادامه بدیم، نظر ایشون هم بپرسیم. خانم حمیلی، از نگاه شما، شما که زندانی سیاسی سابق هستید، شما چگونه تعریف میکنید زندان؟ چرا زندان؟ من سعی میکنم، با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون، من سعی میکنم توی صحبتام بیشتر از تجارب خودم استفاده بکنم. ببینین، هزاران زندانی سیاسی که تو زندانهای جمهوری اسلامی بودن نسلی از پرشورترین نوجوانان و جوانان راه آزادی و برابری بودن، نسلی که در پی رهایی جامعه از استثمار و نابرابری و خفقان بودن. سرکوب جمهوری اسلامی از رهبریش و قانونگذار و مجریش برای کشتار مخالفان و حزب نواندیشان بوده در واقع و دیگر اندیشان، و این سرکوب سازمان یافته بوده. به همین دلیل رژیم بیش از 4 قرنه که ماشین سرکوبش رو از همون روزهای اول توی کردستان با دستگیری و اعدام جوانها شروع کرد تا دهه 60، کشتارهای دهه 60 و تا کنون. منظورتون 4 دهه جمهوری اسلامی بود، درسته؟ بله، بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی. بله. نمیدونم چه اشتباهی کردم، صحبه بوده. گفتی 4 قرن، بفرمایید. بعد این کشتارها، خب آدمایی که تو اون کشتارها زندانی و دستگیر شدن کسایی نبودن که حباب، مثل حباب اومده باشن روی آب و ترکیده باشن. اینا از بطن یه جامعه و از برخواسته از خواسته های یه جامعه به هر حال تحمل نمی کردن اون رژیمو و بر علیهش ایستادن. یعنی از اینجا میشه فهمید که حتی جریان ها و گروه هایی که اینا بهشون تعلق داشتن دست کم تا اون موقع بر پایه جریان های عمیق اجتماعی به وجود اومده بودن و مخالفت عمیقی با دستگاه رژیم جمهوری اسلامی داشتن. در نتیجه توی کارنامه جمهوری اسلامی زندان و جنایاتی که درش شد برجسته است و امروزه فقط اون مونده، اون دستگاه سرکوب مونده در واقع. و حتی اونا نتونستن، یعنی میخوام بگم که این جنایات مثل یه استخون تو گلوشون گیر کرده. حتی با اون همه سرکوب تو این 4 دهه، حتی با دفن کردن اعدامی ها توی گورهای دست جمعی تو بیابون شهرهای مختلف، نتونستن خاک بپاشن روی این جنایت. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشه. سپاسگزارم. یعنی من اینجور نتیجه گیری میکنم که جمهوری اسلامی یا هر حکومت توتالیتری به خاطر سرکوب و به خاطر ایجاد خفقان از زندان استفاده میکنه و مخالفان خودش رو با زندانی کردن در واقع میخواد به سکوت باداره. سپاسگزارم. خانم کارگر، شما گفتید جمهوری اسلامی یه ویژگی میده به زندان. به اون ویژگی که شما میخواید بهش اشاره کنین چیه؟ ببینید، همونطوری که گفتم زندان مفهومی نیست که در جمهوری اسلامی ساخته شده باشه. زندان در دوره سلطنت پهلوی هم همین سیستم سرکوب و زندان رو داشتیم. شکنجه های وحشتناک و جنایت های بیشماری که علیه انسان های آزادی خواهی که فعالیت های عادلانه می کردن برای حقوق خودشون و برای ساختن یک جامعه بهتر برای کل انسان ها می دیدیم که باهاش مواجه بودن. در این بخش مشترک هستند، در بخش میزان و شدت جنایت هایی که انجام دادن. جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقاتی که بعد از بهمن 57 افتاد و شکل گذاری که از دولت پهلوی به جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و زندان پهلوی رو به ارث برد. افرادی از در رأس تغییر کردند ولی کلیت سیستم موند و ادغام شد در جمهوری اسلامی و بعدها شکل‌های دیگه‌ای از
سرکوب رو بهش اضافه کرد. و اون ویژگی خاصی که جمهوری اسلامی بهش داد اینه که به واسطه دیندار بودن و دینمدار بودنش احکام شرع رو وارد کرد برای سرکوب انسان‌ها و از احکام شرع استفاده کرد برای شکنجه کردن، زندانی کردن، ترور کردن و اعدام انسان‌های آزادی خواه در جامعه. ولی نکته اینه که این ویژگیش کماکان در چارچوب اون مدار سرمایه‌داری داره عمل میکنه و این ضرورت رو براش به وجود میاره. ببینید توی بحثایی که این روزها داره میشه و اپوزیسیون راست داره سعی میکنه به شکلی تمایز ایجاد کنه بین سرکوب و زندان و شکنجه‌ای که در دوره پهلوی انجام شد و سرکوب و زندانی که در دوره جمهوری اسلامی انجام شد، تلاش میکنند که توجیه و تطهیر بکنن جنایاتی رو که در دستگاه ساواک و نظام امنیتی سلطنت به وجود اومده بود و خب سخنگویانشون در شکل‌های مختلف دارن این رو سعی میکنن تئوریزه کنن. برای مثال مثلا خانم کامیلیا انتخابی فر توی یکی از برنامه‌های بی بی سی اشاره کرد به اینکه دستگاه شکنجه‌هایی که ساواک به زندانیان می‌داد خیلی عادلانه بود، برای اینکه اگه این کارو نمی‌کرد اون وقت نیروهای چپ می‌اومدن و مثلا یه جای بمب می‌ذاشتن و اون وقت جامعه به خطر می‌افتاد و این رو مقایسه کرد با اتفاقاتی که در زندان گوانتانامو افتاد و آمریکایی‌ها چه جنایت‌هایی اونجا انجام دادن و اون رو هم به این شکل توجیه میکرد. خب اگه این شکنجه ها رو انجام نمیدادن خب معلوم نبود هواپیمایی بعدی به کدوم برج میخوره و داشتن کرد با مقایسه کردن اینها توجیه کنه اتفاقاتی رو که در سیستم سرکوب سلطنت اتفاق افتاده بود و دو دلیل دارن برای این کارشون. یکی اینه که پرونده جنایت هایی که رو در اون دوران انجام شده و هنوز به واسطه انتقال قدرتی که انجام شد رسیدگی عادلانه‌ای بهش نشده رو ببندن و و هدف دومشون اینه که راه رو باز بکنن برای ادامه این مسیر و این روند اگر در آینده قدرت دولتی داشته باشن. و خب اینها فقط در حد حرف هم نیست، میدونی فقط این نیست که دارن صحبت میکنن در این مورد. شما الان در زندان‌های جمهوری اسلامی قدرت انتقالی هم صحبت کردم، فکر میکنی اون قدرت انتقالی که اونا دارن بحثش میکنن تو همون چارچوب میگنجه که شما داری بهش اشاره میکنین؟ عدالت انتقالی ببخشید. اجازه میدید قبلش یه نکته دیگه در مورد همین تفاوتی که میخوان ایجاد کنن بگم، به این هم میپردازم وقت دارم؟ بله اجازه بفرمایید. این شما اشاره کردید به خصوصیت اینکه جمهوری اسلامی فقط مسئله دین و اضافه کرده وگرنه همون زندان رو به ارث برده از رژیم پهلوی. من این سوال از خانم همینی بپرسم. خانم همینی، شما که جز دستگیر شدگان دهه 60 هستید، با توجه به تجربتون از زندان و با جوری از نگاه عدالت اسلامی که الان هم خانم کارگبش اشاره کردن، حاکی از لزوم سیطره قدرت بر بدنه، آسیب رساندن به بدن در قالب سازوکارهایی از قواعد فقهی بود که توسط تکنسین های دینی در قالب باجوی مشروعیت پیدا می کرد. با قواعد فقهی تعذیب می شدیم، سبک های کیفری مختلفی به بدن ما اعمال می شد. بعد از گذشت سالها خاطرات این تعذیب ها چه آسیب های روانی رو بر زندانیان می گذاره؟ موافقم با مهمانتون. من خودم وقتی که بعد از اینکه شهر رو تصرف کردن دستگیر شدم سنندجو، در میان حجمی از تعفن و تهوع در محاصره دو تا پاسدار یه دختر نوجوان بودم که منو بردن به پادگان به ارث برده از رژیم شاه و در همون خونه‌های سازمانی که به مسلخی تبدیل شده بود برای بازجویی و شکنجه و بعدش هم منو بردن به ساواک قدیم، همون اطلاعات سپاه کنونی. و من اون تجربه انفرادی رو هیچ وقت یادم نمیره، جدا از اینکه خب زندونی رو میندازن توی انفرادی برای اینکه بدون هیچ وسیله‌ای برای اینکه کم بیاره و به بنبست برسه، جدا از اون برخوردهای زشتی که بازجویی به اسم قاسمی خودش رو دانشجوی رشته حقوق معرفی میکرد و اهل شمال بود ظاهرا، با من حالت صمیمی برخورد کرد و یه جافی کردی کرمانشاهی پوشیده بود با حالت تناسلیش بازی میکرد، ور میرفت چشمک میزد،
و اصلا یه جوری خودش وانمود میکرد که انگار دوست منه. و بعد که میدید من سمجم، زبلم، با اینکه بچم در میرم از زیر سوالاتش، عصبانی شد و بعد به من گفت که من برو تو سلول، من میام سراغت شم. و من واقعا انگار اون مقاومتم همون تا همون جا طول کشیده بود. ترسیدم از اینکه این بیاد سلول میخواد با من چیکار کنه. اصلا نفهمیدم چطور اون روز گذشت، همش کابوس داشتم، میترسیدم. بعد اون بازجو که اومد توی سلول، حالا ماجراش طولانیه، بعدها من میگم، بعدها من متوجه شدم که اینا به اسم شر و به اسم یعنی واقعا حتی پاداش هم میبینن اگر با کافر هر برخوردی بخوان بکنن. و این جزء ما جزء غنایم جنگی اونا بودیم. این بود که دردناکی شکنجه رو برای من بیشتر میکرد. حتی زمانی که شلاق خوردم توی زندان اصفهان، به جرم اینکه من و یه دختر کرد به اسم پروین زبی تبعید شدیم به زندان اصفهان، به جرم اینکه قوانین زندان رو رعایت نمی کردیم، بارها انفرادی رفتیم. و یه بار من قرص سردرد میخواستم، پروین اینو با دوستش برای من فرستادن، اینا رو بردن شلاق زدن در حیات زندان، گفتن که شما ساعت خاموشی بودی قرص فرستادی برای دوستت. و من میگرن داشتم تو خواب و بیداری، وقتی که شنیدم بلندگوی زندان میگه به حکم دادگاه انقلابی اسلامی اصفهان، من یه لحظه فکر کردم اخبار استان زندان سنندجم داره میگه پروین اعدام شده. یهو از خواب پریدم با صدای بلند، نگهبانم پنجره رو باز کرد، توابا وایساده بودن، این بچه ها رو شلاق میزدن. یهو من اصلا دیگه تا اون موقع میگفتم من منفعلم، کاری به چیزی ندارم. میخوام بگم چقدر دردناک بود وقتی این حکم رو خوندن به اسم شرع و خودشون. و من فریاد زدم که صافتا وقتی که تو دنیا رسوا میشین میگین شکنجه نیست، پس این چیه؟ به توابام گفتم شما وایستادین اینا رو برای یه قرص دارن تعذیر میکنن. یا موقعی که مثلا خودم رو برای اینکه سینما نرفتم فیلم آقای محسن مخملباف رو ببینم، اون روزا پخش میشد، اجبار بود برای اینکه زندانیا ببینن، شلاقم زدن. و اینا میگم این چیزا. یا مثلا ببینین در سوره المائده آیه 33، من الان ترجمه فارسیشو برای شما میخونم، میگه که کیفر اونهایی که خدا و پیامبر، باید از رو بخونم دقیق، به جنگ برمیخیزن و در روی زمین دست به فساد میزنن و با تهدید و اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله میکنن، اینه که اعدام بشن یا پای دار آویخته بشن یا از دست راست و پای چپشون بریده بشه و یا از سرزمین خودشون تبعیدشون کنن. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی دارن. به همین با تکیه به این آیه که من الان در خارج از کشور فهمیدم، حکم اعدام من و چند زندانی دیگه به تبعید در زندان قم و بعد اصفهان تبدیل شد که گویا به ما رحم کردن و ما کردها رو فرستادن زندان قم و در زندان قم هم گفتن که شما باعث شدین زندانی دیگه تحت تاثیر قرار بگیرن و ما باید از تجمع کردا در زندان ها هم خودداری کنیم، که اینطور ما رو دوتا دوتا چیزه فرستادن به زندان‌های دیگه. این چیزی بود که من از اون قوانین شرعیشون با استفاده از تجارب خودم تونستم بیان کنم. بله، سپاسگزارم خانم حامری. خانم کارگر، برمیگردم پیش شما و ادامه گفتگوتون. همون الان خانم حامری به همون ویژگی دینی که شما بهش اشاره کردین پرداختن، گفتن. ولی در کل یکی از ویژگی‌هایی که شما گفتین حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های دیکتاتور، همین مسئله سرکوب و زندانه که شما اشاره کردین به خوبی، که هم در دوران اون زندانی دوران پهلویه که در دوران جمهوری اسلامی به ارث برده و فقط نظام عوض شده بود. بفرمایید ادامه بحثتون رو. مرسی. بله دقیقاً، حالا در ادامه صحبت‌های خانم حمیلی که اشاره کردن به زندانیان کرد، من فکر کنم واقعاً جا داره این جا یاد کنیم از زینب جلالیان عزیزی که 16 سال در اسارت به سر می‌بره و متأسفانه حتی یک روز مرخصی هم نداشته و کم نیستن زینب‌ها توی متأسفانه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی که به خاطر اهداف کاملا عادلانه و انسانیشون در همچین شرایطی به سر میبرن.
در ادامه نکته که داشتم میگفتم و اینکه به ارث برده و بنابراین این ضرورت سرکوب ضرورتیه که پیش پای تمام دولت‌های طبقاتیه، این رو میخواستم بگم. ببینید، فقط اینطوری نیست که دارن تئوریزه میکنن و سعی میکنن توجیه کنند جنایاتی که در دوران ساواک اتفاق افتاده. مثال عینی متاسفانه داره پیدا میکنه. ما الان در زندان‌های همین الان در زندان جمهوری اسلامی که زندانیان گرایش‌های مختلف از چپ گرفته تا سلطنت طلب و مجاهد و بهایی و تفکرات مختلف توش هستن، بر مبنای همین دکترین فکری و بر مبنای همین تئوری سازی که متفکرین متاسفانه فاشیست و راست دارن میکنن، دارن زندانیان طیف چپ و غیر سلطنت طلب رو تهدید به مرگ، اعدام و شکنجه میکنن. هنوز هیچ قدرتی ندارن ولی دارن راه رو براش باز میکنن. نامه بهار سلیمانی نوشت از زندان اوین حدود شاید 2 ماه پیش و در اون صحبت کرد در مورد اینکه افرادی هستن، اسم نبرده بود، بنابراین من نمیتونم اسم ببرم براتون، ولی میگفت افرادی هستن از زندانیان طیف سلطنت که با توجه به همین تفکرات دارن در زندانی که ما به طور مشترک داریم میکشیم و یک سیستم سرکوب درگر داره همه ما رو به شکل همزمان تنبیه میکنه و سرکوب میکنه، ما رو دارن تهدید میکنن به این و حوالمون میدن به فردایی که اگه قدرت داشته باشیم شکنجتون خواهیم کرد، اعدامتون خواهیم کرد و باید این کار رو بکنیم چون حقتونه. دونین اینا فقط مفاهیمی نیستن که در سطح تئوریک یا یک فعال اینها رو گفته باشه، ولی متاسفانه در سطح جامعه روشن فکری و فعالین و مبارزان و حتی رسانه ها میبینیم توجه لازم بهشون نمیشه. اینها در این حال که دارن سعی میکنن لابیگری کنن در بین قدرت‌های جهانی برای مساعد کردن زمینه برای گرفتن قدرت، در این حال دارن مختصات جامعه رو که میخوان به این شکل جلو میذارن و اون وقت توجه نکردن بهش میتونه عواقب خیلی خطرناکی برای آینده ما به طور کلی جنبش عدالت خواه و مبارز ایران داشته باشه. یعنی همکنون در زندان‌های ایران که الان خب طیف‌های مختلف هستش، این اتفاق در زندان‌ها داره میفته؟ بله بله داره میفته. به طور خاص من از اوین خبر دارم که این اتفاق داره میفته. از زندان زنانه. یعنی در داخل زندان، زندانی داره به زندانی دیگه خط و نشون میکشه. هنوز قدرت نگرفتن، خط و نشون میکشه. هنوز قدرت نگرفتن. بنابراین برای همین میگم که نکته مهمیه که غافل یعنی مسکوت گذاشته شد متاسفانه از طرف اپوزیسیون غیر راست و عکس العمل درست بهش نشون داده نشد. شما فکر میکنید چرا در برابر همچین مسائلی سکوت میشه و ببینید در داخل زندان ها ما داریم از زندان صحبت میکنیم دیگه، چرا سکوت شده در این مورد؟ ببینید دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یه بخشش اینه که متاسفانه یه دیدگاه اشتباهی در این مورد وجود داره و اون اینه که نباید اختلافاتمون رو نشون بدیم و باید سعی کنیم بر سر مواضع مشترکمون اتحاد داشته باشیم. کلیتی که ما باید سر مفاهیمی اتحاد داشته باشیم درسته، ولی مسئله اینه که چه مفاهیمی و در خدمت به چه هدفی، و اون وقت به این بهانه همچین مسائلی که اتفاقاً باید خیلی بولد بشن، باید روشون خیلی تاکید بشه، باید تبدیل بشن به بحث روز و اینکه چرا، چه تفکری هست و چه جامعه‌ای رو میخواد در آینده نمایندگی کنه که همچین تهدیداتی رو علیه زندانی‌هایی که الان در زندان هستن انجام میده، ولی متاسفانه انجام نشد. یه دلیلش میتونه این تفکر اشتباه باشه. یه دلیل دیگه‌اش میتونه واقعا دقیقا اینو نمیتونم بگم، ولی یه دلیل دیگه‌اش این میتونه باشه که بعضی از زندانیان ممکنه که از عواقبی که داشته باشه ترجیح بدن با اون عواقب مواجه نشن. خودتون میدونید وقتی که همچین افشاگری میشه موجی از حمله و دروغ پراکنی و ترور شخصیت میتونه به همراه داشته باشه. بنابراین دلایل مختلفی داره، ولی خب مسئله اینه که
بشکافیم، باز بکنیم بحث ها رو و جا بذاریم برای کسانی که علاقمند هستند و به هر دلیلی تا حالا بهش نپرداختن، امکان بحث و گفتگو به وجود بیاد. یکی از مهمترین کارهایی که ما تو زمینه های مختلف تو این شرایطی که بحث آلترناتیو سازی برای جمهوری اسلامی انجام بدیم اینه که اتفاقا تا اونجایی که امکان داره در مورد مواضع مختلف، در مورد اختلافات مختلف، در مورد دلایل اختلافات فکری بحث بکنیم و از خلال اینها هم آگاهی بخشی و روشنفکری انجام بشه برای بخش ها و قشرهایی از جامعه که بهش آشنا نیستن و یا امکان دسترسی بهش رو نداشتن و هم در این حال تفاوت ها و تفاوت ها مشخص بشه. شما تو خودتون اون موقعی که در زندان بودید با همچین تجربه روبرو شدید؟ نه، من خودم. میدونید دلیل داره اون دورانی که من با این تجربه مواجه نشدم. زندان یک شکل کوچیکی از اجتماعه و فراز و فرودهایی که در جامعه اتفاق میفته تأثیر میذاره بر فضایی هم که در زندان هست. زمانی که من زندان بودم، من سال 99 دستگیر شدم، خیزش خاصی در جامعه نبود، اختلاف فکری ها در زندان مشخص بود ولی خودش رو به شکل تنش و به شکل برخورد و تهدید نشون نمیداد. الان در حال حاضر جنبشی در جامعه برقراره و این جنبش هیاهو به وجود آورده و انگیزه به وجود آورده و در این حال جنگی به راه انداخته برای اینکه آلترناتیو های مختلف خودشون رو به عنوان آلترناتیو برتر نشون بدن. وقتی که این فضا در جامعه وجود داره، همراه با اون تفکرات و نوع برخورد های زندانیان در زندان هم تغییر میکنه و من فکر میکنم چیزی که الان باعث میشه با همچین برخورد هایی روبرو باشیم فضای کلیه که در جامعه به وجود اومده. بله. خانم حمیلی، شکنجه خب در قالب تکنیک های بهسازی کفاره و خیلی چیزهای دیگه در زندان داره خودشون نشون میده. الان خانم کارگر دارن اشاره میکنن، حتی مثلا ما میتونیم به این مورد هم که خانم کارگر همین اختلافاتی که تو زندان ها بین زندانیان جدای از زندانبان و زندان و زندان خود فضای زندان در داخل زندان میان زندانیان، این هم میتونه نوعی از شکنجه باشه که بر گروه های دیگه از توسط گروه هایی که در زندان هستن بر گروه های دیگه، حالا حتی بر اتنیک ها، حتی بر اقلیت ها، حتی بر خیلی چیزهای دیگه اتفاق بیفته. خب شما اون موقع خودتون در زندان بودین، همچین تجربه هایی داشتید، با همچین تجربه هایی روبرو شدید در زمان شما؟ ببینید توی زندان، زندانبان، اونم زندانبانی که الان دیگه بیش از 4 دهه با استفاده از تجارب سواکی رژیم گذشته و شکنجه ها الان دیگه بالغه، میدونه چی کار کنه. یکی از شکنجه های من که هیچ وقت یادم نمیره دیدن صحنه اعدام، عکس دختران نازنینی که در کردستان اعدام شدن من روی این بنر دارم و کسایی بوده که بهترین های کردستان بوده که با چش خودمون شبای دوشنبه تو زندان سنندج می دیدیم. بعد از اون شکنجه‌ای که منو خیلی آزار داد، اون پروژه توابسازی بود که بعدها من وقتی رفتم زندان اصفهان متوجه شدم و بعد که برگشتم زندان سنندج، نگهبانهای من کلید دستشون بود، منو با چشمند اتاق تعزیر می بردن، انفرادی می بردن، از خود زندانیا بودن. به این شکلی که ایشون میگن من تجربه نکردم، چون اون موقع نگفتن به جمهوری اسلامی صف ما رو در زندان تعیین میکرد. من حاضرم با قاطعیت بگم که این جزء پروژه کسایی که میخوان آلترناتیو سازی بکنن در زندان ها و حتی در زندان ها و پروژه خود رژیمه که بها میده، نمیخواد کسایی که رادیکالن، چپن، صداشون برسه و میاد اینو خودش دامن میزنه بهش در زندان. به نظر من تو اون زندان نیستم ولی مطمئنم که میشناسم جنس رژیمو. ببینین پروژه توابسازی، وقتی که من نمایش تلویزیونی کیانوری و عموی و تبری رو میدیدم که در مقابل حاکم شهر از هم سبقت میگرفتن، به گذشته خودشون فوش میدادن، سرخورده شدم واقعا، آهای بلند کشیدم، مثل یه تیر خلاص بود برای من. صف توابی نه تنها امید و اون روز از من گرفت،
بلکه ذره ذره مثل تازیانه زندانبانها بر تنم نشست. و مثلا ما اون موقع میگفتیم خب سخنرانی خمینی خلخالی رو حتی نشون میدادن تحمل میکردیم، دو دو تا چارتا میکردیم، صغرا کبرا میچیدیم، فوش میدادیم، ولی آخه چطور میتونستم به هضم کنم که کیانوری که به اندازه سن از وقتی که من به دنیا اومده بودم در کرسی کمیته مرکزی حزب توده نشسته بود، نمیتونستم هضم کنم که روحانی دیگه کاری نموند نکنه از رهبران سازمان پیکار، نمیتونستم تحمل کنم که آقای سعید یزدیان و چند نفر از کمیته مرکزی اون موقع کومله جاهایی که بازجو یادش میرفت اشتباه کرده بود زیر بازجوی خط میکشید، بازجویی میکردن از زندانیا و همینا رو هم رحم نکردن، بهشون سلاخی میکردن. میخوام بگم که اون چیزا برای من دردناک بود، ولی اون چی که منو نگه داشت، امثال منو نگه داشت، مقاومت کسایی بود که همزمان با اون توابا کردن. میبینین ما خب الان خیلی ها شعار میدن یا بعد از اون یا تو اینا آدمن، گوشت و پوست و استخونن، برای حس بقاست، ولی نمیشه فقط اینجوری بحثو به قهقرا ببری بگی که خب پس اونایی که سعید سلطانپورها، رضاییها، اون همه آدمی که زیر شکنجه، من بعید نمیدونم کسی که تبری رو شکنجه کرد سعید سلطانپورم شکنجه نکرده باشه، همون ساواکیه در زمان چیز. خب چرا اونها؟ مگه اونها ماورای بشر بودن؟ مگه اسفندیار روین تن بودن؟ خب زینب جلالیان، این خانم اشاره کرد 16 ساله بدون مرخصی زندان با بیماریهای مختلف، چطوره که یه جایزه حقوق بشر خارج از کشور به این داده نمیشه، به اون وبلاگ نویسی که هر روز وبلاگشو در زندان به روز میکنه، که زیر سایه مقاومت امثال ماها، اتفاقا زیر سایه نگفتن اینها به جمهوری اسلامی که اعدام شدن شرایط زندان ها براش تغییر کرده، مرخصی میره، چطور اینا جایزه میگیرن؟ چطور اینا اصلا تصادفی نیست؟ اینکه زندانی رو از زندانی جدا میکنن، تبعیض قائل میشن، چه در داخل زندان، پروژه رژیمه. اون روز به اسم تفاوت همین هم میتونه جزء پروژه رژیم باشه، همین که بعضی تفاوت قائل بشن بین بعضی زندانی ها رو آزاد کنن، بعضی ها رو چیز کنن، بیشتر اذیت کنن، بعضی ها رو نگه دارن تو زندان. خود اینا میتونه نوعی همون بازی باشه که شما خودتون اشاره کردین الان رژیم به بلوغ کافی رسیده. نه تنها این رژیم هایی که کاملا توتالیترن، بالاخره یه پروژه چند ساله رو که طی میکنن دستشون میاد. جامعه مثلا به چه چیزای حساسیت داره؟ اینم نمیتونه. میخواستم اینو بگم که در کنار اون مقاومتم بود. همون موقعی که من مقاومتم تمام شد و ترسیدم بازجو بیاد توی سلول من و بلای سر من بیاره، فرداش یه پسر که الان لندن، اسمش هم یدالله نارنجی هست، در لندن انگلستان، ایشون توی بسته آدامز از دریچه سلول میخواستن دشویش ببرن، یه یادداشت برای من فرستاد، گفت که نسبت به سن مقاومت تو تحسین میکنم، نرمش کن، رویت رو حفظ کن. و من دوباره خودم رو مثل قهرمان دیدم. میخوام بگم که اون برخوردن جیانه فقط بیرون نیست، در زندان مصداق واقعا داره. و من دیدم که مقاومت ها چطوری، یعنی یه زندانی که زندانی دیگه خیلی ناتوانه، جز مقاومت کاری ازش بر نمیاد، سخته، میترسه، ولی یه انسان مقاوم وسوسه نمیشه، ناامید نمیشه و میتونه بر ترسش و تحملش اضافه کنه و بر ترسش غلبه بکنه. تمام بحث من این بود که اونا میخواستن با شکنجه های فیزیکی و روانی و تواپا که الان به این شکل پس توتعشون، میخواستن هویت ما رو از ما بگیرن و خودشون رو به ما اثبات کنن. ما برعکس با زندگی جدید کنار میومدیم، به باورامون خوش نمیکردیم، زندان برامون دردناک بود، معلومه که دردناک بود، ولی دنیای خودمون رو میساختیم، سرود میخوندیم. فضیلت دارای دختر سقزی که بردن اعدامش کردن برای ما خال و ربوا رو میخوندن. بله. جایی که میتونستیم سرود میخوندیم، انترناسیونال با سوت میزدیم. این مقاومت ها ما رو نگه داشت.
بله سپاسگزارم. خانم کارگر اشاره کردید به جنبش ژنجیان آزادی، ارتباط این جنبش با زندان چقدر تنگان تنگه؟ چقدر میتونه زندان الان تحت تاثیر این جنبش قرار داشته باشه؟ ببینید، من فکر میکنم که هیچ پدیده در سطح اجتماع، هیچ پدیده جدا از هم و در خلا اتفاق نمیفته، ولی وقتی که یک پدیده به شکلی اتفاق میفته که اینقدر نمود عیان بیرونی داره، اینقدر مقاومت، شجاعت، فداکاری از خودش نشون میده در چارچوب این جنبشی که راه افتاد، دیدیم که عزم، قدرت عزم مردم وقتی که بخوان کاری رو انجام بدن، حالا محدودیت‌های خودش رو هم داشت که الان فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشم بهش بپردازم، ولی به هر حال نمودی از یک قدرت عزم بود برای تغییر و خودش رو در چارچوب کلیات زیادی نشون داد. تمام روابط ستمگرانه‌ای که توی جامعه وجود داشت رو مورد هدف قرار داد. با قتل ژینا و از مسئله مهم زنان شروع شد، ولی به سرعت ارتباط پیدا کرد با مسئله ستم ملی، با مسئله معیشت، با مسئله ضرورت‌های محیط زیستی و تمام فجایعی که توی بستر جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و جمهوری اسلامی نمیتونه جواب بهشون بده، به خاطر ویژگی‌های دولتشه که نمیتونه جواب بهشون بده. وقتی که همچین اتفاق بزرگی در سطح اجتماع میفته، مطمئناً تأثیرش رو تو قشرهای مختلف، در جایهای مختلف و در نهادهای مختلف هم نشون میده. از جمله در زندان شما دیدید که نوجوانانی و کودکانی رو که جمهوری اسلامی جنایتکارانه گرفت، زندانی کرد، شکنجه کرد، ولی اونهایی که فرصت داشتن بیان بیرون و صحبت بکنن با چه عزم و روحیه و اراده‌ای صحبت میکردن. و فراموش نکنیم اینا نسلی بودن که خیلی هاشون اصلا فعال سیاسی نبودن. متاسفانه در نتیجه کارکرد خود جمهوری اسلامی، ارتباط نسل قبلی با این نسل، نسل مبارز و رزمنده قبلی با این نسل قطع شده بود به شکلی. ولی میبینیم که شجاعت‌هایی که از خودشون نشون دادن، تحملی که کردن و حتی در مقابل جمهوری اسلامی سرخم نکردن، مطمئنا همه اینها تاثیراتیه که و روحیه‌ایه که از این جنبش گرفته شد. جنبش ژنجیان آزادی به واقع در سطح فرهنگی و اجتماعی تونست تغییرات اساسی به وجود بیاره در سطح جامعه، و نه تنها من، خیلی بسیاری از ناظران سیاسی اجتماعی این عقیده رو دارن که دیگه جامعه به حالت قبلی برنمیگرده. فکر میکنید این تغییرات در زندان هم بروز کرد؟ ببینید، بستگی داره منظورمون از تغییر چی باشه. اگه منظور اینه که ببینید، مهمترین تغییری که در زمینه اجتماعی به وجود اومد در جنبش ژنجیان آزادی و در سطح تفکر سیاسی اجتماعی جامعه به شکل کلان اتفاق افتاد، این بود که بعد از سالها توهمات اصلاح طلبی و امید بستن به بخشای مختلفی از جمهوری اسلامی از سمت برخی از قشرهای جامعه، این توهم به طور کلی توی حد 98 نشون داد که کنار گذاشته شد. و اتفاق بزرگتری که بعد از اون در 1401 افتاد این بود که مفهوم انقلاب وارد عرصه شد. اینکه مردم بعد دهه ها دوباره از انقلاب صحبت کردن. شاید دقیقا ندونن انقلاب، متاسفانه با توجه به شرایطی که داره، ندونن دقیقا انقلاب چه مختصاتی داشته باشه و چه کاری باید براش انجام بدن. خب این خیلی بحث گسترده ایه که باید برای این کار چی کار کنیم. ولی مسئله اینه که این دوباره به اولویت روز و گفتمان غالب در جامعه تبدیل شد. ولی و اینکه این فقط در یک سطح اتفاق نیفتاد، در سطوح مختلف همطور که تو بخشای قبلی صحبت هم گفتم اتفاق افتاد. ولی در مقابل همین هم اپوزیسیون راست داره دوباره مفهوم سازی میکنه. تفکر انقلابی که در سطح جامعه شکل گرفت، نطفه های تغییر اساسی رو در خودش داره. معناش این نیست که به طور خود به خودی به اون سمت میره. احتیاج به رهبری داره، احتیاج به آموزش داره و احتیاج به کار اساسی داره برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی نطفه های تغییر اساسی و زیر و رو کردن مفاهیم داره نشون میده که دنیای بنیادن متفاوتی طلب میشه. باید منظورم این نیست که بالفعل این الان وجود داره، ولی ریشه هاش توی جامعه هست.
و این دنیایی کاملا متفاوت کاملا برخلاف این چیزیه که در جهان امروز داره اتفاق میفته. و در مقابل همین هم اپوزیسیون راست و متاسفانه سلطنت طلب و در سطحی فاشیست داره فکرسازی میکنه و داره سعی میکنه پروژه این تغییرات رو و محدودیت هاشون رو تعیین بکنه. داره بحث میکنه از ببینید یکی از جنبش های خیلی عادلانه و درستی که توی این سالها در ایران هست و خانواده های زیادی درگیرش هستن در سطوح مختلف، قربانیان جمهوری اسلامی از همون روزهای اول سرکار بودنش تا همین الان، جنبش دادخواهیه. این جنبش میتونه نقش به خاطر گسترده بودنش و به خاطر عادلانه بودنش میتونه شکل خیلی رادیکال و درستی و نقش مهمی در پیش برد مبارزات انقلابی پیش ببره. ولی اپوزیسیون راست داره مفهومی به اسم عدالت انتقالی رو در جلوش میذاره. خب شما فکر میکنه عدالت انتقالی با چه مشکلی مواجهه؟ الان حتما میگم. ببینید مسئله اینه که عدالت انتقالی به هیچ شکلی جوابگوی تغییراتی که نیازمند است تا جامعه از این وضع بیاد بیرون نیست و به هیچ شکلی و در هیچ سطحی نمیتونه جواب بده به مطالبات عادلانه و درست دادخواهی. اولین و مهمترین مسئله عدالت انتقالی اینه که جنایت رو از سطح سیستم و نظامی که به شکل چارچوبه های سیاسی اقتصادی اجتماعی وجود داره و پا میده و نیازش اینه که این سیستم سرکوب درش تولید و باز تولید بشه رو نادیده میگیره و اعمال جنایت رو محدود میکنه به فرد یا در نهایتا افراد یا باندهایی از این نظام که با هر تعریفی خودسرانه یا اشتباه یا هر چیزی که میخوان بهش بدن این کارها رو انجام دادن. و اون وقت مسئله اینه که به جای تلاش برای تغییر کلیت این سیستمی که اینجور رفتارها رو تولید میکنه، میخوان افراد رو تغییر بدن یا افرادی رو مجازات بکنن و دوباره کلیت نظام باقی بمونه و برسه به دولت طبقاتی بعدی. همون اتفاقی که سال 79 و در بهمن 57. خانم کارگر، برای گذار از این مرحله تا مرحله دیگه فکر نمی‌کنی این قضیه لازمه؟ قضیه؟ برای گذار از این مرحله، مثلا برای گذار از جمهوری اسلامی برای تا یک حالا یک سیستم دیگه، فکر نمی‌کنین این عدالت، این گروهی که میخوان، خب عدالت انتقالی معناهای متفاوتی داره، این که مثلا گروهی باشه که اجازه نده هرج و مرج در جامعه وجود داشته باشه، الان که شما اشاره کردی به بخش، شما میگی نمیتونه جوابگو باشه، چرا فکر میکنین نمیتونه؟ آیا ما واقعا نیاز نداریم برای گذار از یک مرحله تا مرحله دیگه گروهی داشته باشیم که ناظر باشه بر جامعه که این هرج و مرج به وجود نیاد؟ ببینید بحث عدالت انتقالی بحث هرج و مرج نیست، بحث قوه قضاییه و سیستم اجرایی و عدالتیه که قراره در جامعه آینده وجود داشته باشه. مطمئنا بحث من این نیست که بریم به سمت انتقام گیری یا بریم به سمت اینکه خشونت غیر ضروری به خرج بدیم یا به این شکل. مسئله اینه که تمرکز و توجه از اصل مسئله که اینه که سیستمی هست که به وجود آورنده تمام این ستم‌ها، جنایت‌ها، شکنجه‌ها و زندان‌ها هست باید تغییر بکنه برای اینکه دیگه این سیستم رو نداشته باشیم. ولی عدالت انتقالی داره میبرتش به این سمتی که ما فقط افراد رو کنار بذاریم و کنار گذاشتن افراد باعث میشه که مسئله حل بشه و اینطور نخواهد بود. ببینید یکی از بحث‌سازی‌های دیگه‌ای که دارن میکنن اینه که ما باید بخشی از بدنه سپاه رو جذب بکنیم و همراه خودمون داشته باشیم در جامعه آینده. خب این دقیقا در راستای همین محدود کردن جنایت ها به فرده و اون وقت با معرفی کردن چند نفر خاص به عنوان عاملین این جنایت هایی که اتفاق افتادن و اتفاقا باید بهشون هم جواب داده بشه محدودش میکنن و در واقع انگار نگهبانان عوض میشن ولی کلیت سیستم و چارچوب باقی میمونه. بحث اساسی و مشکل اساسی عدالت انتقالی اینه. بله. بعد یه مسئله بفرمایید. بفرمایید. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، کاری که الان داریم می‌کنیم و نوع برخوردمون با مسائل
همین الان بسیار ربط داره به مختصات و چارچوب جامعه‌ای که در آینده می‌خوایم بریم به سمتش. اگه ما الان بحث دادخواهی و بحث چگونگی اجرای عدالت در جامعه بعدی رو ببریم به سمت عدالت انتقالی، مطمئناً ما رو به یک سمت یک جامعه خاص هل خواهد داد. اما اگه از این چارچوب خارجش بکنیم و ببریمش به سمت سیاسی شدن، به سمت بحث و فکر و تبادل افکار در مورد اینکه چی به وجود آورنده این سیستم اصلاً، چرا شکل میگیره، چرا هر دفعه به شکل خیلی خشن و عریان‌تری خودش رو مجبور نشون بده، و اون وقت در کنار فهم مشترک همه اینها ریشه ها رو پیدا کردن، راه حل بذاریم برای اینکه چجوری از این سیستمی که داره اینها رو به وجود میاره بگذاریم، نه اینکه از افراد بگذاریم. بنابراین مهمه الان در چه چارچوبی و در چه کانتکسی میخوای جواب بدی به مسائلی که سر راهت وجود داره. متاسفانه راست دوباره داره تلاش میکنه که مفاهیم خودش رو با توجه به جامعه‌ای که میخواد، با توجه به اینکه فقط میخواد سر رو عوض بکنه ولی کل ساختار معیوب رو نگه داره، داره این کار رو انجام میده. باز همین هم مفاهیمی هست که زیاد بهش پرداخته نشد و توجه لازم بهش نشد. بله، سپاسگزارم. خانم حمیدی، اگر شما کامنتی دارین روی این سخنان خانم کارگر میتونید اشاره کنین. اما پرسش من از شما اینه، آیا فکر میکنید بعد از 4 دهه که گذشته میان زندان دهه 60 با اکنون، با فضایی که اکنون وجود داره، تفاوتی وجود داره؟ نحوه مقاومت فرق کرده؟ کامنت من اینه که ایشون به درستی گفتن به اخلاقیات بازجو، به نظر من تعرض جنسی که به من شده، به ذهنم تجاوز شده، یا مثلا کسی که منو از زندان اصفهان به سنندج آورده به اخلاقیات اون بر نمیگرده، این آدرس عوضی دادن به مردمه. خب معلومه آدمایی که مشکل دارن و میارن برای شکنجه در زندان از لحاظ روانشناسی، ولی سیستمه که میخواد با زندان زندانی رو از پای، با زندان و شکنجه زندانی رو از پای در بیاره. و ما اشاره کردیم که اینا چون مذهبی هم به اسم اسلام و مذهب میان و توجیه میکنن، حتی زندانبان دچار این توهم میشه که داره به خدا خدمت میکنه و پاداش میگیره اگه تجاوز کنه. این کامنت من بود. بله، به سیستم برمیگرده. و در مورد سوال شما، ببینید دوره ما بچه‌هایی بودیم که از راهنمایی و دبیرستان ما رو بردن زندان. میانگین سنی پایین بود، زندان مخوف‌تر بود، اینترنت نبود، و یعنی سرکوب عریان بود اون موقع در جامعه. و ما در یکی از دلایلی که من این عکس‌ها رو پرینت کردم اینه که بدونن مهسا اگر 23 سالش دنیا تکون خورد، گفتن دختر جوانی، ما 13 سال 14 ساله داشتیم که به خاطر باورای انسانی و آرمانهاشون، به خاطر اینکه نگفتن اعدام شدن و بوراشون هم معلوم نیست چیه. بله، خیلی تفاوت فاحشی هست بین به نظر من اون دوره و این دوره. یکی از تفاوتاش هم اینه که زیر سایه مقاومت زندانیا و اعدامیا شرایط بهتر شد، و شاید زیر سایه اینترنت. من یه اشاره میکنم به اون شکل مقاومت هایی که ما داشتیم. ببینید، من در مورد توابین گفتم که خب اونا مثلا، ما میدونستیم، هر کی میدونه که این مصاحبه اجباریه، ولی یه تفاوتی بود بین کسایی که مقاومت میکردن و کسایی که تواب میشدن. اونی که مقاومت میکرد اختیاری و انتخاب میکرد و به وعد و وعده اونا گوش نمیداد. مثل سقراط انتخاب کرد که اون به جای وعده وعده های حاکم آتن ترجیح داد اون جام چیزو شکرانو بنوشه. یا هزاران زندانی دهه 60 در 67 با نگفتن، چه مجاهد چه کمونیست، نشون دادن که خودشونو به پروسه، مثل تواب یه ابژه نیستن و خودشونو به پروسه نسپردن که انتخاب بکنن براشون. این یا مثلا غنی بلوریان فکر میکنم 35 سال مقاومت کرد، یه توبه نامه ننوشت، از زندان اومد بیرون، از زندان شاه.
در نتیجه من اگر وقت داشته باشم به یه نقل قول از داستایوفسکی که نویسنده بزرگ روسی اشاره میکنم که میگه انسان چه مسائل و مشکلاتی رو که نتونسته در طول زندگیش بوده که در مقابلشون واقعا مقاومت کرده. انسان موجودیه که با هر چیزی میتونه خودش رو تطبیق بده و در هر شرایطی میتونه زندگی بکنه. بزرگی انسان با به نظرم خودم بزرگی انسان با معیار توانش در مقابل خطر و درد و رنج و تمام زندان هم یکی از اوناست سنجیده میشه. در نتیجه من باز اگه فکر میکنین تفاوتا رو نگفتم میخوای بیشتر اشاره کنم، ولی فکر میکنم وقت شما تموم شد. بله بله، سپاسگزارم خانم همیلی. وقت برنامه رو به اتمام، بینندگان گرامی ما به پایان برنامه رسیدیم. من ضمن تشکر از مهمانان گرامی که دعوت منو پذیرفتن بار دیگر مهمانان برنامه رو معرفی میکنم. خانم ها مینو همیلی زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی اکنون و از فعالان در امور پناهندگی و کمک رسانی به مهاجران، و همچنین خانم سمیه کارگر زندانی سیاسی سابق و اکنون فعال در نشریه کلکتیو اوسیان. ضمن تشکر از مهمانان و سپاسگزاری از شما که تا این وقت برنامه ما را همراهی کردید، تا دیدار دیگر شاد و پاینده باشید.